سلام و درود به هموطنهای شیر و با غیرت خودم که جواب سه برابر شدن قیمت بنزین رو با یه کشیده آبدار که صدای شترقش تو تموم دنیا پیچید دادن. ماشاءالله ای بلا به مردم خوزستان از اهواز و خرمشهر تا گچساران و اندیمشک و دسفول و ماهشهر و امیدیه و و و و صد آفرین به همه مردم شهرهای کشور از مشهد و بیرجن تا شیراز و کرج و سیرجان و ادامه دار. دم همشون گرم. ببخشید که وقت نیست تا از همه شهرها یکی یکی اسم ببرم. بارکلا به مردم مشهد که تو بزرگراه وکیل‌آباد ماشینا رو خاموش کردن و شعار دارن دیکتاتور حیا کن مملکتو رها کن. بله ماشاءالله. وابیلا بنازم به بچه های بهبان که شعار می دادن ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد تو تانک فشفشه آخون باید گم بشه هیهات از ظلم یزید. ای جانم جان چی گفته. ماشاءالله و ای بلا به مردم اهواز که نشستن کف خیابون و جلو حرکت مزدورا رو گرفتن. بچه های شیرازم که گل کاشتن اونم چه گلی گل آتش. تو کرجم یه خانوم هموطن نصف یه شیر قوقایی بپا کرد. ملاحظه بفرمایین. بشین ماشین ها رو خاموش کنیم وسط خیابون ماشین ها رو خاموش کنیم آقا ما وقتمون حجاب نیست ماشین ها رو خاموش کنیم وسط خیابون آقا به قول اهوازی ها که شعار می دادن نترسین نترسین که ما همه با هم هستیم. اما بنده موشکاف به عظما و سگ سیله هاش میگم بترسید بترسید ما همه هم با هم هستیم. بله الان دیگه فصل ترسیدن و لرزیدن شما هاست. اما خودمونیم رفقا. این عظما آخر عمری روی درازگوشو با این کارش سفید کرد. آخه ناقص وقتی آتش قیام تو عراق اینجور هر روز بیشتر داره علو میگیره آدم با آتش و بنزین بازی میکنه. اما راستی چرا عظما تو این اوضاع چنین حماقتی کرد الان میگم. ملاحظه اول بفرمایید که یه هفته پیش خودشون چی گفتن. وطن امروز بوی بد بنزین. شنیده شده دولت در آینده نزدیک برای جبران کسری بودجه سهمیه بندی بنزین را اجرایی کرده و قیمت را افزایش می‌دهد. جیب دولت خالیه و با دست کردن تو جیب مردم می‌خواد کسری بودجه‌ش را حل کنه. خود عظما هم نوکو داده بود و گفته بوده. اما به خود عظی و نظامش میگم خودتونی. حالا ببینین چه بلایی سرتون آوردن. یکی از مشکلات بزرگ ما از این به صلاح به نظر من بد استفاده کردن از ظرفیت های داخلی مصرف بالای بنزین در داخل. بله مردم غارت شده و مال باخته در تظاهرات های خودشون میگن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. راست میگن. اگه دو تا اختلاس کم بشه خیلی از مشکلات حل میشه. اما آخوندهای تمکار به جای کم کردن از اختلاس این بارم دستشونو کردن تو جیب مردم. اما از قدیم گفتن
عجل سگ که برسه نون چوپونو میخوره، حالا هم عجل نظام ولایت رسیده و نون مردمو از سر سفره‌هاشون بلند میکنه و میخوره و با دست خودش بنزین میپاشه رو آتیش خشم مردم. رفقا به گوش باشین، خبرای داغ تو راهه. آره دوستان عزت زیاد. Oh.